هر سال از 15 میزان که برابر است با 5 اکتبر از روز جهانی معلم که از طرف سازمان ملل متحد نامگذاری شده است تجدید به عمل می آید. افغانستان کشوری است که در 2 دهه اخیر در آن بر روند آموزش و پرورش توجه صورت گرفته است. مکاتب دولتی و خصوصی در سرتاسر کشور فعال هستند و این روند یک جریان پویا را به خود گرفته است. معلمان از سوی دانش آموزان با برگزاری محافل در سطح مکاتب مورد احترام و تقدیر قرار می گیرند. روز معلم 13 میزان است که هر سال در افغانستان مردم شاگردا ایر تجلیل میکنه، هم برای اساتیدش در مکتب و هم برای اساتیدشان در کورس ها و استادایشان دوست دارن. و همچنان معلم تنها کسی است که و یکی از نفرایی است که ما را در رسیدن به آرزوهای ما کمک میکنه. معلم ها را که ما زیادتر دوست داریم، چون اکثر اوقات شاید بیشتر از که با خانواده باشیم با معلم ما زیادتر هستیم، وقت ما با آواز زیاد میگذره. بعد دومی که معلم های ما را کمک میکنه که به اهداف خود برسیم. روز معلم بسیار یک روز خاص می باشد که ما قدر معلم خود به همه نشان میتیم. روز معلم روزی است که ما روزش تجلیل میکنیم و کیک میاریم، دستپخت مادرای خود میاریم، تحفه میخریم و کاری میکنیم که استاد ما از ما راضی و خوشحال باشه. اسلام دینی است که بر اهمیت کسب علم و دانش تاکید کرده است و حتی اولین کلماتی که فرشته وحی حضرت جبرئیل امین بر پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نازل کرد امر به خواندن بوده است. مسئله آموزش در تمام ادیان آسمانی به خصوص دین مقدس اسلام یکی از مسائل بسیار مهم و ارزشمند شمرده شده، همچنان که خداوند از اولین آیه هایی که به پیامبر مکرم اسلام میفرستد مسئله اقرا یا خواندن را مطرح میکنه و همچنان که در جای دیگر میفرماید هل یستوی الذین یعلمون ولا والذین لا یعلمون، یعنی آیا برابرند کسانی که میدانند با کسانی که نمیدانند؟ و قطعا جواب این است که برابر نیستند. و همچنان که ما از پیامبر مکرم اسلام و از اصحاب پیامبر و از اهل بیت پیامبر احادیث به وفور و فراوان وجود دارد که تأکید بر علم و آموزش و اهمیت این پدیده در زندگی بشر و زندگی خصوصا مسلمانان و سایر مسلمانان مهم هست، از پیامبر و ائمه احادیث زیاد نقل شده. همچنان که پیامبر در حدیثی می فرماید اطلب العلم ولو بالسین، یا پیامبر می‌فرماید که آموزش یا علم اندوزی بر زن و مرد مسلمان واجب است. امام علی علیه السلام می‌فرماید که اگر کسی یک کلمه به من بیاموزد مثل این است که مرا بنده خودش ساخته باشد، استاد من هست. و همچنان احادیث زیادی دیگری از همه بزرگان و از همه صاحبان نظر در دین رسیده بر ما که اهمیت و مهم بودن و جایگاه علم و دانش در اسلام و همه ادیان آسمانی نشان می‌دهد. دین اسلام بالای تدریس، تعلیم و تربیت خیلی زیاد تاکید کرده، چون که شغل انبیا گفته، از همین خاطر است که معلمان در تدریس باید از نهایت کوشش خود به خرج بتن تا که اولادی را که تربیت میکنن در وطن تا سبا روز باعث نیکنامی شوه و همچنان در بتونن مسیر زندگی خود را پیدا کنن و به راه درست در زندگی خود روان شوند. معلمی شغلی هست یا قاعده ای است که خدا بنیانگذارش است و این قاعده و قانون را بندگان خوب خدا انجام میتن و تا جهل و نادانی و انسان‌هایی که نادان هستن اونا به سوی علم و دانش سوق پیدا کنه. معلمان نقش بسیار ارزشمندی را در روند آموزش مؤثر بر عهده دارند و این معلمان متعهد و اندیشمند می باشند که می توانند با ارائه آموزش مؤثر و نظاممند جریان آموزش در سطح کشور را مدیریت صحیح و تأثیرگذار نمایند. از جایی که معلمان معماران اساسی جوامع بشری هستند،
و دقیقاً معلمان هستند که یک جامعه سالم و یا یک جامعه فاسد را درست میکنند. پس نقش بسیار ارزشمند و مهم معلمان در جوامع بشری ایفا میکنند. شما توجه بکنین، اگر معلمان به نسل تازه و نسل نوجوان یک کشور درست تعلیم ندهد، قطعاً چون آینده کشور در دست نوجوانان و جوانان امروز یا نوجوانان امروز و جوانان فردا هست، بنابراین این معلمان هست که تعیین میکنند آینده کشور چطور باشد. اگر درست تربیت کرد شاگرد را، شاگردان را، و اگر درست این وظیفه مقدس و الهی را انجام داد، که قطعاً جامعه در آینده جامعه درخشان خواهد بود، و در غیر این صورت جامعه یک جامعه به شدت منزوی، جامعه گرفته و جامعه غیر مترقی خواهد بود. خب معلم، اولین چیز باید چی داشته باشه؟ انگیزه کافی داشته باشه. وقتی داخل مکتب میشه با انگیزه باشه، شوق علاقه درست داشته باشه، این همه عشق علاقه از سبب میشه که بیاید درس مؤثر بده. چون اگر خود معلم به چیزی را که درس میده عشق بورزه، درس برش خسته کن تمام نمیشه، میتونه شاگرد را هم درست درس بده و همچنان آمادگی کافی داشته باشه، مطالعه بکنه در مورد نحو تدریس، در مورد مضمونی که تدریس میکنه و با بچه هایی که سر کار داره، مثلا آیا او بچه خرد است، کلان است، در چه سنی قرار داره، باید در مورد اینا معلومات کافی داشته باشن تا وقتی داخل سن میره با همچنان یک شاگردای مواجه میشه. پس باید راهکارش پیدا کنه که چگونه با کدام روش میتونه با شاگرد درس یاد بده. اگه معلم آدم درست و زحمتکش و الهی باشه، دنیا را به اوج عظمت و بزرگواری میکشانه، و اگر مفکوره پستانه داشته باشه و انسان نادرست باشه، بناهن دنیا را در جهل و نادانی و بدفکری فرو میبره. زمان که داخل صنف میشن با لبخند، با یک انگیزه خاص داخل شوند، زمان که داخل میشن شاگردها را منظم بسازن و بدانن که درسشان مثلا سطح دانش شاگردها چقدر است. اسلام از آنجا که بر کسب علم و دانش تاکید فراوان نموده است، بر احترام گذاشتن به معلم نیز تاکید میکند و به مقام شامخ ایشان ارج میگذارد. در اسلام هم همطور که اشاره کردیم، چون موضوع علم و علم اندوزی از اهمیت و جایگاه بزرگ برخوردار است، بنابراین کسی که علم را آموزش می‌دهد قطعا جایگاه بزرگ دارد. پیامبر بزرگوار ما و شما احادیث خیلی زیادی را در مورد معلم مطرح کردم. مثلا یکی از اونا گفته خیرکم من تعلم القرآن و علمه، بهترین شما کسی است که قرآن بیاموزد و بیاموزاند. یک معلم خوب و ایدئال باید دارای خصوصیات عالی، چه از لحاظ شخصیت و کردار و چه در قسمت مسلح بودن به صلاح علم و دانش و قدرت و توان ارائه مؤثر به دانش آموزان باشد. معلم خوب، معلم ایدئال، معلمی است که وظیفه شناس باشد، معلمی است که مسئولیت پذیر باشد در قبال نوجوانان و اطفال جامعه. باید که اون مسئولیت خطیر یاد دادن و یا آموزش را بپذیرد و همچنان به این مسئله عمل بکنه. زمان یک معلم خوب و ایدئال گفتم میتونه زمانی که داخل صنف میشه تا نه تنها موضوعات درسی یا کتب درسی را درس بده، بلکه میتونه معلومات بیرونی استفاده کنه، از موادهای بیرونی استفاده کنه، از بعضی از آیده های و خلاقیت های جدید استفاده کنه. نه تنها استاد محوری باشه، شاگرد بیاد استاد درس بده، شاگرد بیاد تکرار کنه، بلکه شاگرد آمادگی بگیره بعض مواد و بعض خلاقیت های خودشان را به خرج بدن. ما یادش بخیر یک استاد داشتیم، هر وقت می آمد داخل صنف اولین کاری که میکرد در سر تخته نشته میکرد هو شاهد، یعنی خدا شاهد است، یعنی در جریان تدریس حضور خدا را درک کنه. معلم خوب معلمی هست که آپدیت باشه، در جریان تدریس مطالعه داشته باشه.
استاد بهترین استادا همه استاد هست و استاد ما هم خیلی ما ازش راضی هستیم، دارای اخلاق خوب می باشه، خیلی با ما رویه خوب داره، برای ما کارخانگی خوب میته، با ما درس خوب میکنه و در ما درسای خیلی خوب میته و ما از استادای خود بی نهایت راضی هستیم و استاد همیشه کوشش میکنه که شاگرداشان چیز خوب بیاموزه، هیچ وقت از شاگرداشان دریغ نمیکنه و همیشه تلاش بی نهایت برای ما انجام میده. معلم خوب و ایدئالی است که اول خواهمی هدف کامل داشته باشه، عشق بورزه به وظیفه خود، به می شغل معلمی که داره عشق بورزه و همچنان روحی همکاری داشته باشه، نه تنها با شاگرد بلکه با تمام اساتید که هستن، با کسایی که کار میکنن روحی همکاری داشته باشن با ایشان. دیگه در مورد در قسمت تدریس خیلی تلاش بکنن یا کوشش بکنن و همچنان ظاهر آراسته داشته باشن. وقتی مثلا داخل صنف میایه یک استاد از نگاه ظاهری باید کامل باشه، چون وقتی شاگردی که مثلا از او چیز را یاد میگیره، هم از نگاه ظاهری هم از نگاه باطنی، یعنی از نگاه تدریس اینا کلا باید کامل باشه، همچنان ظاهر آماده داشته باشه، در قسمت تدریس خود باید تلاش زیاد بکنه. خب معلم خوب این است که از نظر تدریس کردن عالی باشه و همچنان با اخلاق و مهربان باشه در داخل صنف و همچنان بعضی خصوصیات دیگه. این معلمان هستند که سنگ تهداب شکلگیری جوامع انسانی ایدئال و مترقی را میگذارند. عمدتاً کشورهای مترقی جهان در صده‌های گذشته و حتی در جریان قرون وسطا و ما قبل از آن روزگاری را در توحش و بربریت بسر بردند، اما تصمیم گرفتند که از این وحشت نجات یابند و این معلمان بودند که در این جریان بسطولانی خوش درخشیدند. همونطور که اشاره کردیم، چون گفتن معلم دقیقاً کسی است که آینده کشور را می‌سازد با تدریس کردن به نوجوانان این کشور، قطعاً نقش معلمین در روند رشد جامعه هم نقش ارزشمند و مؤثر است. اگر معلم بخواهد جامعه را رشد بدهد، میتواند رشد بدهد. اگر معلم بخواهد جامعه را به عقب برگرداند، هم این توانایی را دارد. به دلیل اینکه آینده سازان جامعه دقیقاً انسانهایی که مغزشان سفید هست و پاک هست میآیند و این معلم باید آموزش بدهد. اگر این معلم توجه به رشد جامعه داشته باشد، قطعاً موضوعات مهم و ارزشمند را به این نوجوانان می‌آموزد تا در آینده این نوجوانان جوان شوند و وقت جوان شدن چیکار بکنند، جامعه را رشد بدن، پیشرفت بدن در همه سطوح، در همه بخش‌ها. من فکر می‌کنم که معلمین در روند رشد جامعه شاید کلیدی ترین نقش رو بازی بکنند. معلم شخصیت های آینده رو می سازه. دیگه از همین خاطر وقتی که تدریس میکنه باید زیر نظر داشته باشه که رهبرهای بزرگ زیر دست دارن و اینا رو تربیت میکنن، باید از تلاش زیادی کار بگیرن و نقش موثرشی است که با معلم قسم رویه بکنن یا قسم بها بدن مثل کشورهای خارجی. در کشورهای خارجی با معلم ارزش میدن، اما متاسفانه در افغانستان اینی شغل معلمی را خیلی اندک حساب میکنن. بعضیا رو ببینین با مشکلاتی که دارن، مثلا اگر بتونن خب میتونن کارهای بالاتری یا با معاش زیادتر پیدا کنن، اما چون وقتی میبینن که بیکار هستن و نمیتونن، باز میرن به شغل معلمی رجوع میکنن. اگر چه شغل معلمی خیلی شغل بالاست، اما اینا به خاطر که بیکار نمانن یا به خاطر که اندک پول پیدا کنن که با زندگی خود پیش ببرن، باز میرن به شغل معلمی رجوع میکنن. و در کشورهایی که پیشرفت کرده اینا چی بودن؟ توسط معلم ساخته شده، یعنی معلم آمده رهبرهای آینده را ساخته و به او هدف داده، شخصیت از او را تعیین کرده و اگر اونمو برش کوشش کرده که برش قسم مجسم کرده که تو فردا رهبر کشور هستی، پس باید از این امیال کودک که هستی تو از امیال باید تلاش بکنی و درس بخوانی و آینده را بسازی. افغانستان بر اثر بروز جنگ‌های داخلی و تهاجم‌های گسترده در سه دهه اخیر بر افغانستان و نیز خانه جنگی ها بر روند آموزش و پرورش کمتر توجه نموده بود که تأثیرات مخرب آن هنوز بر پیکره نظام آموزشی حکم فرماست. متاسفانه
طوری که انتظار می رفت و ما او ظرفیت را داشتیم که بیشتر از این پیشرفت بکنیم و در سطح منطقه و در سطح جهان جایگاه بیشتر و مهمتر و خوبتر را در قسمت علم و تکنولوژی کسب بکنیم نتوانستیم انجام بدهیم. شاید ضعف سکتور معارف و یا تعلیم و تربیت بوده و شاید هم جهل مردم بوده که ما شاهد بودیم خیلی ها فرزندانشان را نمیگذاشتن مکتب بره. این موضوعات در مجموع 20 سال افغانستان و یا دو دهه بیشتر و کمتر جوانان افغانستان را متاسفانه طور کشانید و یا طور درست کرد که ما امروز هم طوری که سازمان ملل اعلان میکنه بالای تقریبا 60% بی سواد داریم و اینا رجوع نکردن به علم و دانش و این بالا و کمتر و بیشتر از 30-30% هم که ما با سواد داریم طبق گزارش سازمان ملل، متاسفانه اینا درصد کمش سواد دانشگاهی و سواد بالاتر از حد صنف 12 دارن. فعلا شرایط خیلی محدود شده، اما از در افغانستان مشکلات زیاد دارن. مشکلات امکانات هستن، مشکلات کتب درسی هستن، مشکلات جا و مکان هستن. یعنی امکاناتی که با استاد ندارن یا کتاب‌های درسی که دارن، یعنی در سطح خود شاگرد نیست. بعضیا از سطح شاگرد بالا هست، بعضیا از سطح شاگرد پایین هست. دیگه مشکل جای مکان هست که اکثرا بعضی مکاتب ما خبر داریم که جای درستی نداره، حتی نه در روی اولی یا در روی فضای باز میان درس میخوانن. فرسوده بودن نظام معاشات در کشور افغانستان و عدم تطابق آن با شرایط اقتصادی حاکم بر کشور عرصه را بر معلمان تنگ کرده است و اکثر معلمان با مشکلات اقتصادی عدیده‌ای دست به گریبان هستند. متاسفانه وضعیت معیشت معلمین خیلی در افغانستان نادیده گرفته شده. یک قاعده نادرستی در کشور افغانستان هست که شغل معلمی را خیلی ساده در نظر گرفتن و گفتن هر انسان میتونه معلمی کنه و قاعده ای که خوب و بد را جدا نکردن. او معلمینی که فقط وقت گذرانی میکنن با اون معلمینی که عاشقانه درس میتن و وقت میگذارن فرق نشوده. یا معلم با خیلی اندک معاش میان تدریس میکنن تا که اگر با او با اندک معاش هم که میگیره، اگر با اون وظیفه خود عشق بورزن بیان تدریس کنن که خیلی خوب میشه، اما بعضی از روی ناچاری میان تدریس میکنن تا که با اونمو زندگی خود پیش ببرن. افغانستان راه بستولانی را برای بنیانگذاری یک نظام هدفمند و مؤثر در جهت رشد و بالندگی نظام آموزشی در پیش دارد تا بتواند با سایر کشورهای مترقی دنیا رقابت کند و نظام آموزشی نسل آینده کشور را خوب تربیت نموده و افراد متعهد و متخصص را به جامعه ارائه کند.